دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم، سعید بهبهانی هستم. در این روز دوشنبه 13 ارزم به حضور شما که 13 نه 3 آذر است و 23 نوامبر، ساعت هم در حقیقت 10:17 شب به وقت ایران، و همطور که به عرض رسوندم خوشحال و خرسند که میتونیم بریم خدمت آقای دکتر کاظم ودیعی، عرض ادب و احترام کنیم به این بزرگوار. و با توجه به مسئله انتخابات آمریکا و موضوعات پیرامونی آن، 4 گذشته و به حال اثر این انتخاب بر جهان و علل خصوص ایران، من فکر میکنم موضوعی است که میتونه به ما کمک بکنه، یه قدری نگاه ما رو به ژرفا ببره. بنابراین از آقای دکتر ودیعی خواهش کردیم که برامون در این مورد امروز سخن بگوین. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم و سلام کنم با آقای ودی و تشکر کنم از حضور این بزرگوار در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. سلام به دوست عزیز آقای بهبهانی و سلام به شنوندگان عزیز و محترم. ممنون، بفرمایید تا بشنویم موضوع. از وقتی که ایران رو تجسم میکنیم در آغاز انقلاب، وقتی که تجسم میکنیم ایران رو در همون موقع و بعد رفتن آقای کارتر، به یاد باید بیاریم که ریگان چی گفت. ریگان میگوید من به شخص مشکلی با فروزش منهای مردم و دولت مردان امریکا از ایران ندارم، ولی همواره گفته و نوشتم که هیچ پوزش سیاسی نیست که دلیل سیاسی نداشته باشد. تکان میگوید ما از مردم ایران معذرت میطلبیم. ریگان میگوید من خاطر جمع نیستم که آنچه که اتفاق افتاده است امریکایی است و به سود ما بود. شاه به ما کمک میکرد در منطقه و هر حال زحمت ما کم میشد. حضور اون قدرت صلح بود و زمین را از ملاکین و بزرگ زمینداران میگرفت به صاحبان زمین، یعنی کشاورزان میداد. اگر این مملکت حقی داره باید حقوقش رو به استناد همین حرفهای آقای ریگان در همان روزهای اول انقلاب به صورت مدون شکایت بکرد به دادگاه الهه که دولت کارتر به خودش اجازه داده که نه فقط جزیره سبات رو به انقلاب بکشونه، از جیب دولت امریکا پول برداشته و داده به آقای خمینی برای امر تبلیغات. باید ببینیم این سابقه داشته در
تاریخ امریکا جدید و قدیم که وظیفه اصلی رو در قانون اساسی پخش دموکراسی اعلام میکنن و وظیفه آقای کارتر و امثال ایشان تشویق آتشبازی روغن بر آتش ریختن جامعه ایرانه و ایران رو به زور به جایی برسونند که ایران امروز حاصل اقدامات ناجور بعض مسئولان محبوب ملت امریکاست. این یک رئیس جمهور، یک رئیس جمهور هم که میآید امضای خودش رو از پای یک قرارداد برمی‌داره و میگوید که این مملکت حق فروش نفت خودش رو به صورت قانونی نداره و من تحریم میکنم. مملکتی که به این پول نفت احتیاج داشته برای کسر بودجه مثل همه کشورهای نفتی و مردمش سلاح دلار هفت و نیم اوروی رو، هفت و نیم ریالی رو امروز به قیمت 100 سومآور می‌خرن. طرفداری از مردم ایران طرفداری از نظام نیست. خواستم با این مقدمه ذهنمون رو تازه کنیم بر این که چی میزان اشتباه از سوی خود ما که در خارج کشور بودیم یا به یه نحوی با هزار بیچاری گرفتاری فرار کردیم، نتوانستیم مثل دیگر ملل به سازماندهی به اتکاج خودمون و یک آرمان ملی یک قدرت خارج مبارز جدا از کل کشورهای خارجی ولی با استفاده قانونی از اون چه که سازمان ملل حقوق بشر قوانین اساسی کشورهای دموکراسی اجازه میدن، دولت به زور کمک خارجی به روی کار آمده رو بیدار کنیم تا به شناعت های بزرگتری دست بزنیم. این را عرض کردم تا در پایان به یه نتیجه برسیم. اما این تضاد دولت امریکا که از یک جا اشغال میکنه، از یک جا دموکراته، چه در عهد واکر بوش، چه در عهد آقای اوباما یا پیش از اون و بعد از اون هند و چین و دیگر جاهای دیگه، این قدرت جهانگیر هدفش پخش دموکراسی است یا تحقیر ملل؟ همه اینها بر اساس انتخابات انجام شده، همه اینها بر اساس قانون اساسی انتخاب شدند. این چه جور قانون اساسی است که به راحتی می شود نفیش کرد، زیر روش کرد، بازی در رنگش عوض کرد و بعد به صورتی که مایل داشتیم چه دموکرات ها باشند چه جمهوری خواهان و دیگران، نهایتا اینه که من آمدم تا ضعف تو و عظمت خودم رو نشون بدم. واسه کشوری مثل امریکا پیشرفته در علم و صنعت و فناوری منادی دموکراسی بر روند انتخابات ریاست جمهوری آخرین شک کنه، اونم از ناحیه رئیس جمهور نامزد دور دوم، باید به تردیدها رفت از باب صحت روال مبارزات انتخاباتی که دو حزب
گرداننده اون هستن. در گذشته به عهد نیکسون رو به یاد بیارید چه اتفاق ننگینی افتاد، انحراف بزرگی پیدا شد در انتخابات، کار به عزل کشید در لفافه استعفا. در گذشته که چندان دوری رو به عهد نامزدی منتهی به پیروزی آقای ترامپ از دخالت شوروی پیش اومد و حرف ها به اون آمد، کار به اونجا کشید اطرافیان مشاوران نزدیک به رئیس جمهور منتخب مجبور شدن استعفا بدهند و کسانی که ایدئولوژی یا ایمان پردازی می کردن به پوپولیزمی که در راهه، مثل آقای استفان بنان، باور کردن بر چیزها، ولی در عمل امروز ایشان گرفتار دادگاه امریکاست به بهانه اینکه آقای ترامپ مایل است مرز مکزیک رو بکشه ولی مجلس پول نداره به قدر کافی، ما جمعیت رو درست بکنیم که پول جمع کنه و بره دیوار بسازه کمک کنه به رئیس جمهور. بسیار خوب، این ها یا استعفا دادن یا وجودشون به صورت مشاور باعث انکار آقای پرزیدنت ترامپ شد. گویی امریکای امروز از اول زمان که نامزدانی دست و دل پاک بی انگ از صندوقهای آرا سر در می آورن رفته رفته دور میشه. شاکیان انتخابات اخیر که ظاهرا آقای بایدن انتخاب شده و مورد تردیده، چه ببازند چه ببرند تردیدها را بر کل نظام انتخاباتی تشدید خواهد کرد. جامعه روان زده است از بابت این تذبذب ها، پاک نبودن ها. جامعه عصبی است از بابت طعنه‌های نژادی و تبعیضات مختلف و دخالت بعض شاخه های دینی منشعب از دین و برآمده از ایدئولوژی های تند. امروز از خودشون ما به عنوان تماشاچی تو مجازم هر کس از من پرسیده که به نظر تو چه خواهد شد، چی انتخاب خواهد شد، من همیشه گفتم یکی از این دو، چون یکی از این دو چه بشه چه نشه در سرنوشت من هیچ فرق نمی کنه، در سرنوشت ایران هم فرق نمی کنه. وزنه امریکا نیرومندتر از اونه که عقیده این یا اون کشور بتونه مسیر انتخاباتش رو عوض کنه. امروز انتخابات بی خدشه در امریکا وجودش رویایی شده. دلایلش بسیاره. مهمترین دلیل که امریکا انتخاباتش دچار تشدد، تردید، انکار، شک، شبهه است، ظهور رقبای امریکاست که این امریکا و جامعه امریکایی رو به وحشت برده. امریکا کشوری که بیش از یک قرن پیشتاز بود به صفت ممتاز دموکرات، رؤیای همه رفتن به امریکا شده بود. معایب درون بر اثر بعض اتفاقات رو شد و
به نتیجه رقیب کار خودش کرد و ترسوند و اینها از پیشتازی رقیب ترسیدند پیشتاز نباشند و چون پیشتازی خودش رو در خطر دیدن دوچار انحراف درون یعنی وحشت از آمدن یک نیروی جهانی دوم که مثلا چین باشه. امروز دوچار رقابت چین بی و بی حد و مرزی از سوی کشور چین چین استعمار زده است، استعمار رو راند. شوروی با کمونیسم خاص استرینی رو راند، گفت چین چین است. دولت امریکا در جمع ابتدا نه سرد وجود چین کمونیسم رو، در مدارس چین رو تدریس نمی کردن، در حالی که دوگل می گفت چین وجود خارجی داره، ملموسه. شوروی وجود داره، ملموسه. به جای روان کردن اصطلاح پرده آهنین باید رفت با اینها حرف زد، محدودشون کرد، گوش دادن. چین با قدرت صرفه‌جویی غیر عادی و ضمناً با انضباطی که به ارث برده بود از دوره راهگردی بزرگ ماو و انضباط آهنین حزب کمونیست، این رو به ارث گرفته بود، مردم رو برد به راه کار، جنگ نکرد، انقلاب کرد، قشون نکشید، پایگاه های نظامی نساخت، به اشغال نرفت و دریافت که کلید رفاه در تجارته و کلید سربلندی یه ملت این است که در تجارت خارجی موفق باشه. این که من مردمم رو تشجیع کنم به کار بیشتر موضوع انتقاد غرب بود، قبلی که همیشه در آستان بیکاری بود بعد جنگ، یا باید امریکا کمک میکرد و دائم این کشور که این نیم قاره یا قاره اروپا دوچار کسر بودجه بود، سرمایه دولتی، سرمایه داری دولت چین اقتصاد رو بیشتر ارشادی اداره کرد از بالا و نه به تمامی آزاد، ولی رفته رفته طوری شد که رقم میلیاردرها میلیونرها در کشوری که اسمش کمونیست دولتی است زیاد شد. امریکا تجسم وحشت اینکه بر چین بر دنیا مسترد بشه برش وحشت آفرین بود، حق داشت، پس باید یه چارجویی میکرد. این چارجویی در دوره آقای ترام پوپولیزم یاد اسم گذاشته شد برش و زنن در حزب جمهوری خواه یک کمیسیون وسیع و از داناترین آدم ها جمع شد به نام محافظه‌کاران جدید تا آینده نگری کند. نه در دوره آقای ترامپ، پیش از اون، پیش از آقای چیزی جورج واکر بوش، تا پیش از اون نوین ها گفتن که تا سال 2020 چین دنیا رو خواهد گرفت. 2020 نه فقط چین دنیا رو نگرفت، مسئله تجارت خارجی چین مطرح شد. تا
تجارت خارجی چین توسعه یافت با یک فضیلت، و اون اینه که وقتی چیزی از خارج وارد میکرد میگفت تکنولوژی و فناوری این رو من یاد بدید تا بخرمش. این اتومبیل رو ببرم بفروشید، من میخوام بدونم اگر پنچر بشه باید چه کار کنم. و بعد با تقلید این اون تکنولوژی رو با قیمت ارزونتر به بازار می آورد. در حالی که اروپا و امریکا رفتن به سمت صنایع سنگین، الکترونیک و البته قبلش و قبلش صنایع سنگین، هواپیماسازی، ریل و اینجور چیزا، لوکوموتیو سازی، کارخانه که لوکوموتیو رو بسازه، و از صنایع ظریفه مردمی که مورد احتیاج هر کس هست هر روزه با بی‌اعتنایی گذاشتن، در حالی که بهترین صاحبان صنایع فرهنگ صنعتی رو داشتن. چین برعکس رفت به سمت صنایع سبک، صنایع سبک رو بسیار چیز کرد، رونق داد، چون میدونست که مردمش زحمت کشن، قانع و به نتیجه میرسن به این که از صنعت سبک فرآورده هایی بسازن. چه امروز نگاه کنید به هر کسی چیزی دست میزنید پشتش نوشته میدی چاینا، چیزهایی که باور نمی کنید. کار به قصاب امروزی اروپا کار نیست که خوب میبره، منیبله، یعنی دستتون راحته و ارزون ترین و کارآمدترین تو بازار اروپا میتونید پیدا کنید. اروپایی از این بازار درک کردن نمیدید تو که سرای دیوگار که صنایع سبب سوداوره، صنایع نظامی سوداوره. این هم اسباب قدرت چین شد. دیگر چپه ها و بخش های صنعتی رو حدس بزنید. در این موقعی که اون داره مثل یک مورچه کار میکنه، اونها چه اصلاحی داشتن برای جلوگیری از چین؟ که برای شما حقوق بشر ندارید، که برای دستورت کارگر اونجا کمه، و اگر که اونها جواب میدادن آقا دستورت کارگر شما با قدرت خرید خانواده تطبیق نمی کنه، این صدا به گوش کسی نمی رسید. ولی چین با این تولید صنایع سبک چیزای خیلی ثابت ساده که بهش بمیول میگن، مثلا ستون تخت جمشید یه پلاک درست میکنه میزنن که شما میزنید رو دستا، پشتش نگاه کنید میبینید چینی ها ساختن. آمدن تجارت خارجی رو نفت کردن. دنیا تا بوده و نبوده تمام قدرت های سیاسی از طریق تجارت خارجی به یک جایی میرسن، و تجارت خارجی که لنگ بشه یا تو باید مواد اولیت رو به قیمت هیچ بفروشی، یا باید توجه کنی به صنایع سبک. این استدلال که ارزون تر از این تو بازار هست پس من میخرم و صنایع خودم گرون تموم میشه، استدلال درستی نیست. به بهانه عظمت جویی، به بهانه اینکه ما بایستی برگردانیم امریکا رو به عظمت گذشته، عظمت گذشته در دو چیز خلاصه میشه. یکی این که در جنگ با هیتلر و در جنگ اول با امپراتوری چیز امپراتوری عثمانی و دیگران در اروپا مثل ایتالیا و آلمان، اونها موفق شدن و وقتی موفق شدن ثروتمند شدن چون فروختن به اونها. در جنگ دوم چرچیل گفت به روزنامه نگاری که علت پیروزی غرب بر
نازی ها چی بود؟ گفت سه چیز: سرباز شوروی، اسلحه امریکایی، شکیبایی مردم انگلستان. اونا در حال سال آخر. خب این ثروتمند شدن عمد امریکا و فتح شوروی چه عظمته؟ ببینیم با این عظمت چی کار کرده. عظمت آمد در بعضی کشورهایی که تا اون موقع مستقل بودن یا گردنکش بودن یا گرفتاری داشتن، اصل کودتا به تبدیل و اصلاحات شد. و در بعضی کشورها که بسیار غیورانه می جنگیدن تبدیل شد به جنگ، مثل هندوچین، مثل ویتنام، مثل سنگاپور، مثل کره، مثل ژاپن. وقتی که شما این جنگ ها و خرج ها و هزینه ها رو نگاه کنید، می‌رسید به اینکه چرا آقای جورج واکر بوش دچار سنگ در خزانه نداشتند. ولی مد زمان برای بزرگ شدن جنگ بود که رسید به عراق و بعد به افغانستان و فلان. این مد رو ظاهرا بعضی ها تفسیر میکنن که همه قدرت های بزرگ مثل شوروی یا حتی چنگیز خان این کار کرده. چنگیز تاجر بود. چنگیز با قبیلش می آمد تو بازار بخارا می نشست، چونه می زد، جنس می فروخت، جلد می خرید. آبی خودی روسیه رو فتح نکرد، از طریق تجارت با چین روسیه فتح شد که بعدها احوادث دیگه اتفاق افتاد به حساب قدرتی که باید بره مثل اروپا یا بشه و باعث شد که ایده های تازهی که پیدا شده از طرف صنعتی شدن تبدیل به تمایلات انقلابی بشه. در دور اول آقای ترامپ صمیمانه، صادقانه، وطن پرستانه، من هیچ تردیدی ندارم، پیشنهادهایی داد که با زمانه تطبیق نمی کرد، ولی ایشان قصد جبران داشت، قصد جبران برای عظمت امریکا در گزارش و پس از صحت گزارش نو محافظه‌کاران که چین دنیا رو گرفته تا 2020 و بعد در 2025 که اصلا دیگه دولتی به نام دولت قوی تر رو وجود نداره، در حالی که بدون که تو ممکنه یه چینی که حتی یه تیر خالی نمی کنه مورد اعتماد دیگر کشورها قرار بگیره. این نیست اده تجارت خارج. مردم چی نگفتن؟ دوستان امریکا هیچ را گفتن. تنها سازمانی که گزارشی میداد آرام آرام صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت بود که آقا تجارت خارجی رو به افوله، دولت ها دارن بیکاری و به فقر میرن، به کمپولی میرن، وام دائما وام شما را نگاه داشته، اعتمادتان به دموکراسی و پول کاغذی شما را نگاه داشته. دوم که معتقد بود که بعض اتحادیه‌های جهات ناتو بی خوده، معلومه بی خوده، یا مثلا فرض بسازن که اروپای متحد معنی نداره وجود داشته باشه، هر کشوری باید خودش به عظمت خودش بره. این اتحادا باعث خرج اضافه میشه و چه با چه اعتقادی به مدد دوستانی که این سر و سر جان ندن و توجیه میکردن بسیار خوب. نتیجه این شد که وام دولتی و تجارت خارجی ضعیف شد، ولی باز ترس از چین علنی شد. من یادم از وقتی که صدام حسین مورد خشم امریکا قرار گرفته بود، من در یک جاده تو امریکا سفر میکردم و در اون موقع تابلوهای بزرگ زده بودم که باعث ناامنی جهان فقط اینه.
صدام رفت، مردم باور کردن که این از هیتلر بدتره. ولی عراق چی شد؟ و بعدش افغانستان چی شد؟ و بعد سوریه چی شد؟ یعنی ترس از ترس بی پایه از یک رقیبی که داره که با اعصاب و با داروی تجارت خارجی رشد میکنه باعث شد که امریکایی ها از مشغله داخلی فارغ بشن، اعتنا نکنن، صنایع ضعیف بشه، اسلحه بفروشن، فشار بیارن از کره جنوبی تا بگیری تا اون سر دنیا. خیلی خوب، وام دولتی در تمام کشورها رفت بالا. آیا این معنا داره که اولین کشوری که به آقای بایدن تبریک گفت برای انتخاباتش همسایه عزیز همیشگی چیز باشه دولت امریکا باشه؟ کانادا نزدیکترینه. اونا که ژئوپلیتیکی که گذشته رو مطالعه کردن میدونن که هر تصمیم امریکا روی کانادا تأثیر آنی داشت و کانادا خط سیاست بین‌المللیش رو روی خط سیاست ایتی تعیین میکرد و یک دوستی غیرعادی بین اینها بود. حالا دیگر چیزها بر سر کشاورزی، بر سر صدور قله یا بر سر صدور سویا با آمریکا چینا میگفتن که اگر این قیمت گرونه خیلی خوب با حاضر بودید پایین میاریم. ولی دولت آقای ترامپ ضعف چین رو میخواست. ایران ضعف چین در ثروتمند شدنش نیست، فقط در نفوذ تجاری است که میفروشه و میخره. میخرد و میفروشد. قراردادهاش هم جهانیه. ولی وقتی که شما نگاه میکنید که 70 میلیون نفر به او رأی دادن یا 71 میلیون، یعنی که در جامعه یه اعتقادی به سیاست او وجود داره. این اعتقاد چیه که مردم رو ببره به این که یک دولتی منکر تجارت خارجی بشه؟ ولی من بهش اعتقاد دارم و بعد بگوید علت اساسی یک کسانی هستند که امریکا رو ساختن ولی با ما متفاوتن و تاریخ مهاجرت های امریکایی رو درست تفسیر نکنن. همون امریکایی که افتخار داشت استعمار فرانسه و استعمار انگلستان رو بیرون کنه و با اون قانون اساسی دموکراتیک برسه. صحبت بسیار این است که تشخیص بد بوده یا خوب بوده از سوی آقای ترامپ. صحبت بسیار این که چطوری ممکنه 70 میلیون نفر آدم به یک کسی رأی بده و بعد به اون آرزویی که پشت این رأی داشته نرسه. این شوخی نیست. صحبت بستر این است که دیگری اگر پول هزینه تبلیغات داده یا اون داده دو درست. ولی چرا یک جا اونجا داستان نیکسون، یک جا داستان خارجی، یک جای دیگه که شرحش مفصله و یک جا بگه که این تقلب شده؟ بسیار خوب، تقلب شده. خوشبختانه امریکا کشور قانونه. شما این قاضی رو بردارید، اون قاضی رو بردارید، کسی منکر اون حق قانونی نمیتونه باشه. این تنها چیزیست که جا افتاده. از زمانی که اعلامیه استقلال امریکا تصویب شد و امضا شد و 13 دولت اول امضا کردن تا به امروز حرمت قانون اساسی سر جاش و ملتی متفاوت، نه فقط متفاوت در رنگ
دریا در دین یا بین بومی و غیر بومی، نام متفاوت در تشخیص سیاسی، ولی متحد در این که ما دلار رو حرمت بذاریم، پول اول جهانه. از یک طرف دلار پول اول جهانه، از یک طرف دولت نگاه کنه به میزان بدهی دولت ها در طول 5 سال اخیر تمام دولت بدهکار شدن، و حالا که ویروس هم اضافه شده این وام ها توجیه شده. حسش این است که مردم به دولت ها اعتماد دارن، میگن این کاغذ تو به نام دلار یا یورو یا پول دیگه، ما با این پول میسازیم خوشحانه، ولی حرکت اقتصادیمون رو دنبال میکنیم. این که 71 میلیون رای بدهن یه حقیقتی رو در خودش داره، و اون این که کل حزب جمهوری خواه هواداران آرمان عظمت، این در داخل اینها یک مسئله وجود داره، مسئله وجود داره که اشغال میکنن بدهکار میشن، جنگ میکنن بدهکار میشن، اسلحه میفروشن بدهکار میشن. از بعد از این که استعمار برافتاد، هر جا دولت های فرانسه، آلمان یا انگلستان عقب چشیده، دولت امریکا جای اونجا برای اینکه بی‌نظمی نباشه جای اونجا رو گرفته. و نگاه کنید به میزان چیزهایی رو که امریکا فروخته و دیگران خریدن از لحاظ نظامی. اما اینکه رقیب ایشون مردی که هر جور که فکر کنید اتهاماتی به اون زدن که شایسته شأن نبود، که مثلا تو مغز تو عمل کردی، خب کرده، و مثلا فرض کن پسر تو در فلان ماجرا این مشکل رو داشته در اوکراین، ولی با وجود این رای میاره، ولی با وجود این هزینه تبلیغاتی کمک کشکت بیشتره. چه اینجوری نشان دهنده این واقعیت که امروز هنوز دست از شیوه های مردم گرایی نکشیده، و هر کس در کار بیاد از این حزب یا از اون حزب یا از بقیه دست از وحشت و حراس نکشیده. اگر یه امریکا یه دکترین داشته مثل زبان آیزنهاور، اون امریکا از هیچ کس بختش نداره. من وحشتی ندارم، من اقتصادم میچرخه. حالا میگه اسم دولت نیامده بایدن رو میگن دولت درمانگر. درمانگر یعنی چی؟ یعنی زخمی برداشته امروز، کسی دیگه باید بیاد درمان کنه، چون خودشون یا خودشون درمان نکردن. هیچ کس میان رئیس جمهورا در امریکا به قدر آقای ترامپ نفی جنگ نکرده. همیشه گفته من مثلا میتونم فلان کار بکنم در افغانستان، ولی این کار جنگ چیز خوبی نیست، و به گذشته انتقاد کرده که شما با این جنگ ها امریکا رو ضعیف کردید به تمام رئیس‌های جمهور قبلی. ولی نفی جنگ وقتی میکنید، نفی تجارت با دنیا رو چرا میکنید؟ خب اون وقتی که دولت امریکا دستگاه تبلیغاتی خیلی مهمی داره، و وقتی که دشمنی داشته باشه با کسی، میاد دیگه که شما احتیاج به این دارید که با من کار کنید. یک دفعه عظمت بعد جنگ جای تجارت خارجی میگه. تجربه دوران 4 ساله آقای ترامپ، تجربه یک
سیستم پوپولیستی بود. حالا بگویم نظام پوپولیستی نوع ترامپ، برای که خود ایشان چند بار گفته که پوپولیست، نه من پوپولیست نیستم. خب اگه پوپولیست نیسته پس آقا در اون به اروپا میاد از بار شما چی میده؟ این همه فعالیت، این نفت گذشته ها و این که یک دفعه تمام رؤسای جمهوری محکوم بشن، خب مملکت شکن اینجور حرف زدن. شما یه روز بلند شید و یه جمعیتی بگید تمام تاریخ ایران هیچ، یعنی به تمام اینا اعتراض نکنید، اینا همه بد بودن و خود نیامد که خود چند روز سر کار نیومدی خود بهترینی، مردم چجوری باقا میکنن؟ نه، باید نسته گفت فلان رئیس جمهور این کار کرد، اون یکی این کار کرد، این خوب بود، این متوسط بود، این بد بود. اشغال هرگز محبوبیت نمیاره برای اشغالگر. انگلیس ها از افغانستان رو میخواستن برای امنیت هندوستانی که در دستشون بود داشته باشند، ایران رو ضعیف میکردند، افغانستان رو میخواستن اشغال کنند و تا حد بکردند، ولی در واقع برای 3000 سرباز فرستادند به افغانستان، افغانستان غیرتش جنبید مثل همیشه، 2999 نفر از 3000 نفر رو کشت. قیام مردم، مقاومت، و اون یکی رو که زنده نگه داشتن گفتن حالا برو بگو که چه به سر سربازان انگلیس اومد. از اون تاره چیگه انگلستان پاشو افغانستان نزاشت. شوروی ها آمدن با تبلیغات خاص خودشون که اینجا رو مثل خودش برادران کمونیست بشن، اخواری ها مخالف بودن، اینقدر مقاومت کردن که دولتش دور چیز برژنف و سربازان درجه اولشون گفتن این ملت انونسیبله، یعنی مغلوب نشدنیست. این دو شاهد تاریخی درس نیست برای سومی که به نام ناتو به سرکردگی و فرماندهی امریکا آمدن به افغانستان و حالا میخوان بیرون بکشن. 40 روز مونده به تغییر شهور، مثلا 200 از عراق، 500 از عراق، 200 از اونجا، اینا رو بکنه و بیاد ما خوب برگردیم. خب برگردیم چون فرود به کشور آسان رو میرون کشیدن شده مشکله. حتی اون سناتور جوان آقای اوباما که قول داد این 10000 نفر بیرون بکشه نتوانست، نتوانست برای که خشم ملت به قول فردوسی سراسر به بغداد بیرون شدن، خشم ملت کار خودشو میکنه. در عرصه دیپلماسی استراتژیک آقای ترامپ نفی گذشته رو همیشه کرده، ناتو رو رفت کرده اما ناتو رو نگه داشته، توسعه طلبی روسیه پوتین رو تقویه کرده، ولی بعدا آروم شده هیچ دیگر آنجه انتقادی از روسیه نمیکنه. به این امید که روسیه رو یواش یواش بتونه علیه چین بکند و نمیبینی که اونا تون تون قراردادهای تجاری بهشون بسته میشه. وقتی که راه ابریشم جدید رو چینی ها پیشبینی کردن، مفصلان امریکایی و مردم کوچه و بازار مسکو گفتن خیلی خوب، پس ما اینجا مثل کسی میمونیم که کنار راه آهن ایستاده میبینه که قطاری تند رد میشه داره میره به اروپا، پس با چی هسته میبسته؟ ما
مذاکره کردن، سهم بزرگی سهم رو معین کردن، جنگ هم نکردن. دوستی چین و روس ها تقریبا ابدیست. چرا؟ در اصلان جنگ هندوچین و پیش از اون در دوره که استعمار انگلستان در چین بود و پیش از اون که انگلستان در هندوستان بود، اینا تجربه تاریخی بود. دوگل یه روزی فریاد کشید که اگر تمام مغرب زمین به پیشرفته ترین سلاح‌های نظامی مجهز بشه، آسیا شکست ناپذیره، برای اینکه قدیم ترین تمدن ها رو داره. همون تمدنی که در اون جمله آقای ریگان میگه ما ارزش شکوه گذشته ایران را میداریم و از مردم ایران شرمنده ایم. همه چیز گفته شده، ولی ما اون اپوزیسیونی که بتونه از تمام اینا یه نتیجه گیری کنه اون رو به وجود نیاوردیم. و هر کس خواست بگوید که این جریان طولانی است، این انقلاب شوخی نیست، دلائل داره، گفتن آقا نه ما به زودی میریم ایران. و دوستانی دارم که هر وقت در ایران یک ترقی در میره میگه این دفعه دیگه کارشون تموم. 40 سال به من تلفن میکنه همین آره میگه. خب انسان میتونه اصلا به ناتو مخارب باشه ولی بگه به جای این انسان میتونه امضاش از پای یه قراردادی بکشه بیرون و بگه به جاش این. اینها رعایت نشد ولی وحشت هنوز هم وجود داره. به یاد بیارید اقدامات چین رو علیه تبت چقدر پول صرف شد، چقدر وقت صرف شد برای اینکه چجوری تبت که کشور نیمه مستقلی بوده از تاریخ از عهد باستان ولی سرچشمه همه رودهای چین از تبته، این رو جدا کنن از چین که چین ضعیف بشه. کشوری که رودخانش سرچشمش تو کشور با نواشه تو کشور خودش نواشه ضعیف میشه. آرارات جز ایران بود، مسیر رودخانه زیر آرارات رد میشد در دیدش، ولی آرارات بیشتر این رودخانه ها رو میده به عراق، میده به بین النهرین، میده به ترکیه. ما هم بهره میگیریم. باید درست کار کرد. دنیا با پول شروع نشد، دنیا با داد و ستد شروع شد. در مورد تبت چی شد؟ هیچ. کمترین پیشرفت استراتژی امریکا نکرد. من امریکا بودم 10 تا کتاب به چاپ CIA با کمک CIA چاپ شده بود. همه خیال میکردن که امروز تا فردا تبت جدا میشه. نه، حالا بند کردن به اویغور 18 میلیون مسلمان. آیا میشه آدم طرفدار اویغور باشه آیا طرفدار ایران نباشه؟ آیا میشود عراق رو اشتغال کرد و گفت اویغوری ها رنج میبرن بیاد بریم به کمکشون؟ در اویغور هم امریکا به هیچ جان هم نمیتونه برسه. چه دموکرات ها بیان؟ چه جمهوری ها بیان که حتی چلتی هست؟ آسیا آسیا است. امریکای تاریخی رو نگاه کنید، وقتی میگن برگردیم به عظمت گذشته، عظمت اون بود که ایران وقتی مستعمره بود امریکا، فرانسه رو راندن، ازش دوست ساختن، انگلستان راندن، ولی دوستی بین امریکا و انگلستان و فرانسه بود مون، برای که بسار کلمه دموکراسی اینها ازدواج کردن زندگی میکنن.
وقتی که این سه کشور وقت به جون هم افتادن، نکردن یه جنگ یه دائمی به وجود بیارن مثل اون چیزی که تو خاورمیانه به وجود آوردن بین مسلمان و غیر مسلمان. رفتن به دوستی هم، رفتن به تجارت با هم، رفتن به توسعه با هم، بستن کلمه دموکراسی. در حقیقت بعد جنگ دوم جهانی انگلستان بیشتر دولت های ضعیف رو میخرید، چه در امریکای جنوبی چه در امریکای مرکزی. خب نگاه کنید یه ونزوئلا، نفت اولین روزهای صنعتی شدن امریکا نفت از ونزوئلا تأمین میشد. نفت دست دولت بود، از شرکت ها بود، بده های خوب، همسایه نزدیک. تا بعد جنگ که در راه روزولت نفت عربستان سعودی فراوان و ارزان آمد با کشتی ها به امریکا، یک دفعه ونزوئلا وضعش خراب شد. این بود که بعدها اوپک به وجود آمد. حالا قصه اوپک درازتره. ونزوئلا شا کنه وقتی یه نفتی تا دیروز میفروخته و هزینه میکرده، امروز یه دفعه میگن ما نمیخریم، متوقف میشه کشور. باید مذاکره کرد، باید زمان داد. مخالفت پرزیدنت ترامپ با سازمان جهانی تجارت جهانی به تجارت لطمه زد. چرخ اقتصاد جهانی بدون تجارت البته نمیچرخه. و امروز میبینیم که 15 کشور پیرامون اقیانوس آرام به عقد و امضای یک قرارداد گرفتن که به موجب اونها مبادلات تجاری بین اونها آزاد میشه. توضیح: در زمان اوباما یک قرارداد به نام TPP ایجاد شد، پیشنهاد شد که کشورهای دور اقیانوس آرام اینها یه اتحادیه تشکیل کردن، تجارتشون آزاد باشه. چون آقای ترامپ تجارت آزاد بین اروپا و امریکا قطعش کرد، به جاش گمرکی ها رو بردن با اینا. اوباما آمد و گفته که ما یه همچین اتحادیه بدیم یک بازار آزاد کشورها وجود بیارن، استرالیا، چین، ونزوئلا، سنگاپور، همینطور بیاد دور دور رو نقشه نگاه کنید اقیانوس آرام رو. ترامپ اینو به هم زد. بسیار چیزی هم به جاش نذاشت. بسیار خوب، تجارت تجارته، وقتی بازار هست فروشنده دنبالش میگرده. آمدن 15 کشور، این 15 کشور آمدن به هم دیگه نزدیک شدن. پیش از اون یه قراردادی دارم بود وجود داشت به نام قرارداد اتحاد ملل آسیای جنوب شرق، که اینها در این جنوب شرق آسیا با هم متحد شدن. حالا یه قرارداد پیدا شده که این قرارداد اون قرارداد هر دو با هم ادغام میکنه. استرالیا رو و بسیار از کشورهای پیرامونه چون شمارشون زیاده کنه، یعنی استرالیا، یعنی چی؟ یعنی ژاپن، یعنی کره جنوبی، یعنی نیوزیلند. اینها جمع که بزنید شما سه چهارم جمعیت دوزات اینا هست. یعنی آقای ترامپ شما اونو به هم زدی، چیزی جاش نداشتی، ما تا حدی چیزی جاش میذاریم. یعنی تجارت جهانی متوقف نیست. سه چهارم تولید جهان توی همین منطقه است. این 15 کشور اخیر قرار داد دستن. این قرار داد 15 کشور عادی نیست. این 15 کشور کشور پروزدن مثل چین، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، اینا رو تو خودشون دارن. این واقعیت امریکا و اروپا رو به اندیشه، به بازاندیشی برده تا ببینیم که چه میکنن. هنوز اکسولوان دیده نشده. مبادا خیال کنیم که این 15 کشوری قرار داده بستن به خاطر اینکه قبلا یه قرار داده بوده. نه، چین اصلا خبر نداشت و
ولی وقتی قرار داد بسته شد به چی؟ چی گفت منم هستم. یعنی ویتنام و سنگاپور و مارزی و اندونزی و بیروانی و لاوس و برونی و کامبوج فیلیپین کردند. نبود. بدون شک چین بر اثر این قرارداد یه نقش تازه پیدا میکنه. هیچ تردیدی در تجارت. الان هندی ها نمیدونن چیکار کنن. غرب گرفتار قرضه دولتی، گرفتار ویروس که اقتصاد رو هم داده و گرفتار وضع نامطمئن امریکاست. چون امریکا در هیچ جبهه پیروز نشد. نه چینی ها عقب رفتن و نه دیگر. هند الان داره یواش یواش زیر زیر با چین صحبت بکنه و غرب هم صحبت بکنه تا ببینید چه میتونه، چون چین این وسط بونده. هر کس به جای آقای ترامپ بیاد، حتی خود آقای ترامپ اگه فردا برنده بشه، یقین بدونید این مسائل زیرین هست، نه شخصیت فرد که فرد رو مجبور بشه این کار بکن یا این کار نکن. هر کس از سیاست از قرائز شخصی شروع کنه بذاره توی سیاست باخته. حالا این که پرزیدنت ترامپ از به رسمیت شناخترش شکست خودش تا به امروز یه معنایی داره. امریکاست، امریکا راهجوه، امریکا ذخایر فکری بسیار داره. ترامپ میتونه دوباره سر کار بیاد به شرط رعایت قواعد بازی. ترامپ میتونه به لیاقتی دوستان خودش رو برد بیاد و بعد بیاد اگه طرح پیشتازی داره اون ارائه بده. چیزی تموم نشده. دموکراسی دموکراسی است. ما یه اکیپی توی ازمی. این نشد اون بکنه. اما اگر در این قضایا غرور شخصی کسی بیاد به خاطر غرور شخصی باشه، تاریخ سیاست غرور شخصی هیچ اعتنایی نداره. اینکه ما بیاد بگیم که این رای دهنده خوبه این رای دهنده بده، این شکست وحدت وحدت ملیه. هر کی رای میده محترمه. رای دادن از طریق پست سابقه داره. قبل از انتخابات شما میتونستید دعواتون رو بفرستید، من اون روز نمیتونم بیام، رایتون قبول میکنم. چپی اروپایی ها الان میخوان به این راه برن. از عهد ظهور گروه نومحافظه کاران دو سه دهه میگذره. این گروه در آغاز کار خود یک گزارشی داد، اعداد ارقام و نظامی و اینا درسته، ولی نتیجه گیری خوبی نشد، تدارج خوبی نشد. یا گزارش نومحافظه کاران غلط بوده، کسی داشته، یا اونایی که به استناد اون روی کار اومدن مثل جورج واکر بوش مسلماً اشتباه کرده. وحشت در امریکا طوری است که من وقتی اولی سفر وقتی با بورس فولبرایت نرفتم بوجا، شبی در خانه شهردار مهمون بودم در ویومونی که اون امور تخلفات رانندگی هم به عهده میگیره. به من بعد از شام گفت که به دخترش گفت که نقشه رو بیار بریم وطن فلانی کجاست. و من نشونش دارم اینجا ایران. بعد گفت که تهران میشینی یا جای دیگه. گفتم تهران. گفت شوروی کجاست. اون موقع شوروی بود، مرزها اینطوره دارم. شوروی اینجا نصفه خلیج دریای مازندران رو داشته شده. گفت شما شبم میخوابید نمیترسید؟ این وحشت تا کجا نفوذ میکنه؟ رئیس دولت یا دولتی که مردمشو بترسونه خودش میترسه.
این وحشت هست که امریکا رو به شک انداخته. بقیهش عوارضی است که میجوشه، سیاه و سفید و تبعیض و فلان و مذهب و اینا عوارض سطحیه. ما ترانه سازهایی میشناسم که از هر امریکایی از امریکایی ترم. من سیاهانی رو دیدم در فیلم که اینها اثر کوبای کوبو ترم. اینا نیست، مهم اینه که مملکت در تو به تو ترس میده یا امید میده. تلقین، تلقین هالیوودی که چین و چیزی هرچی من میگفتم با اون سردار اون شب که آخه چرا چین از درس ها حذف شده، گو از زمین باید درست. خلاص این را ترسایی میخودیم. این زبان، این گروه که خودش رو وحشت زده بودن، خب نماد رهبری نداشتن در حزب جمهوری خواه. 20 سال بعد بود که فهمیدن در آقای ترامپ یک استعدادی هست. ما اون مرد زبانه و دلایل بسیار هست که معاون ایشون البته در این کار نقش بسیار مهمی داشته. بعد که آقای اوباما رو به کار آمد با اون تبلیغات دست راستی ها، یعنی دست راستی نه، اون هایی که با اوباما نبودن، این ها حسد مگه میشه آدم یه رئیس جمهوری با رنگ دیگه داشته باشه؟ و شروع کردم که مبادا یه کسی دیگه بیاد سر کار که شبیه اون باشه. تاریخ رای خودش رو میره، جامعه حرکت خودش رو مثل رودخانه که رد میشه انجام میده و اتفاقا کسی که معاون اون بوده میاد داوطلب رئیس جمهور میشه. یعنی یه سفید خودش رو میذاره پشت سر یک سیاه که بهش اعتقاد داشته باشه و بعد یاد میگیره که چجوره میشه سیاه با سفید اگر یه عقیده مشترکی داشته باشن به نفع جامعه تفاوت حس نمی کنه. در حقیقت انتخاب آقای ترامپ که خیلی با سر صدا فکر زاییدن دردناکی بود در فرانسه در امریکا. خب ده ایالت بزرگ رای دهندگان کمک کردن، خیلی خوب بود و جنب مملکت داشتار آشوب می شد، بقیه رو اینا رو می دونیم. تجزیه دوران 4 ساله ایشون بهتر بگوییم در این نظام پوپولیستی چیزی اضافه نکرد بر امریکا، ولی نمیشه گفت انزوا، ولی انزوا رفت تو گوش ساکنان کاخ سفید. دلیلش اینه که آقای وزیر خارجه آقای ترامپ ناگهان دست از یک سفر 8 روزه که در طی اون به 8 کشور بره و بگه امریکا با شما دوست شما نه، ما انزوا نداریم از این حرفا، و بعد یک مثلا مجسمه رحم گل بذاره پاشه ایداد. نه نه، اینا جبران نمیشه، باید عاقلانه رفت به سوی یک نکته. وطن، وطن امریکایی رو نباید ترسوند، وطن ایرانی رو نباید ترسون. اول وطن، بعد میاییم که چجوری این وطن آرامش رو نگه داره، قدرت کار و اقتصاد رو بر بالا. اونایی که اول به اقتصاد فکر میکنن و یادشون میره که این وطن چه خصوصیاتی داره، چه پستی بلندی داره، چه آب و هوایی داره، ما خودمونم به سبب خودمون عقب کردیم. در ایران ما در دانشگاه یک شعار مطرح کردیم که وطن شناسی وطن پرستی است. 10 شماره روزنامه اطلاعات اون زمان از قول ماها می نوشتن. ولی هجوم ایدئولوژی چپ طوری بود
که آدم رو در هر آدم وحدت ملی در سایه میذاشت. رئیس کمونیست اون زمان آقای تورز در فرانسه رفت پیش استالین نروزی بعد جنگ، گفت که در فرانسه همه چیز آماده است. حالا دوگل تازه رو کار آمده بود، گفت همه چیز آماده است، منتظریم که برادر بزرگ یعنی استالین کمک اسلحه به ما بکنه. گفت کمک میکنم که چی بشه؟ گفت که کمک کنه که ملت فرانسه داره انقلاب بکنه. گفت نکنی میخواد شما علیه دوگل انتخاب چیز کنید، یعنی سراسر فکرتون شما اشتباهه. پایه فکر دوگل رو نمیشناسید. بعد که دوگل ملاقات کرد با استالین، دیدیم که از استالین امتیاز گرفت، امتیاز نداد تو چیزای تو مذاکراتی که رفت. ریشه کار وطنه، ریشه کار این نیست که باید اینطوره بشه، باید اینطوره بشه. مثل اون دوتر جواری در اول انقلاب و زرا کشاورزی در ایران مسئله نداره، من دو شبه حلش میکنم. آسانگرایی از سر غریزه خودخواهی. در هر حال امریکای امروز یک امریکایی است که باید یک تنبهی در حزب جمهوری خواه وجود بیاد. من این امر رو ساده نمیبینم که رئیس حزب جمهوری خواه به بایدن تبریک بگه. معلوم میشه یه تردیدی در جمهوری خواه هست. ولی جمهوری خواه ها آدم های فوق العاده درجه یکی که بینشون هست، دیر یا زود این مسئله رو، این جدایی، این تفرقه، این شکنا بودن جامعه امریکا، هر وقت یه جای دیگه یه صدای مخالف بیشتر است که وحشت رو میکاره، اینو جبران خواهد کرد. من یقین دارم که در مورد ایران تجدید نظر میشه، ولی ما متوجه تاریخ باید باشیم. ما که در از بعد فرار یا مهاجرت از ایران کاری نکردیم که اساسش بر نصیحت ها و وصیت شاه باشه، ما باید قدری از این وقایعی که تو اروپا و امریکا به دور شیم. بیریم ما چه کردیم. من 10 ساله که تردید میکنم چه جلد سوم شاهد زمان رو چاپ کنم یا نه، به دلیل این که در این وقایعی که بودم متوجه شدم ایرانی ها اساسا دور نگری رو دوست ندارند، یه فوتی و فوری میخوان. بله، ما گذشته تاریخی داریم، غروره، بایستی برن تا ما بیاییم. این اسمش مبارزه سیاسی نیست. بنابراین بایستی با هوشیاری ببینیم که از به چه دلیل باختیم. خدا رحمت کنه مرحوم محمد رضا شاه پهلوی در مصر 28 روز قبل از فوت در کمال آگاهی به شهادت شهبانو گفت کسانی که کاسه گدایی نزد بیگانه میبرند آبروی ایران، اول گفت ایران، و مبارزه را خواهند برد. انصاف بدهیم امروز هنوز حرف ایشان درسته. به من تأکید کرد این شخص کم نظیر که به هیچ وجه به هیچ کس متکی نشوید. اسم 2 یا 3 سیاستمدار جهانی پاکدامن رو برد. اگر مشورتی خواستید با اینا مشورت کنید، ولی سازماندهی چون در طرحی که من تهیه کرده بودم به عرض رسولم، مسئله اساسی اینه که
یک سازمان دورنگر باید اینجا وقایع بیاد. در ایران شخص ایشان در نیاوران بیرون از اتاق زیر کنار چنارها به من گفت اگر ما کمترین مقاومت بکنیم الان یک تا 3 میلیون ایرانی کشته میشه. ما نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ برای که دنیا داره به اینها کمک میکنه. ایشان ریگان بعدها گفت، ایشان قبل از ریگان اینو گفت که دنیا داره کمک میکنه. خب این به معنی دفاع از همه چیز در گذشته نیست. معایب ما هم بوده، معایبی هم داشتیم، بیعیب به قول معروف خداست، ولی این مملکت مستحق این فقر و بدروزی و بدروزگاری رو نداشت. ما مثل هر دولت معیوبی می توانستیم وطن رو بسازیم. حرف به دهان مخالفین گذاشتند، کمکشون کردند و داستان است که اگر فرصتی شد، عمری بود، وسیله شد، جلد سوم رو چاپ خواهد کرد. از آقای اقبانی تشکر میکنم که گاهی صدای من میزده، ولی بیشتر از سسانی که گاهی با نامه یا تلفن لطفی میکنم ممنونم. جوان میکنم این روزهای آخر عمر، انسان وظیفه نداره جز حقیقتی رو توی ایش رسیده. روز و شب شما بخیر. پیشا پیش سال نو اینجایی رو برای شما خوب و خشک و خرم آرزو میکنم. بسیار ممنون از شما آقا، سپاسگزار مهرت هستم و برای شما هم آرزوی بهترین دارم. ممنون از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار دادیم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر ودیعی نازنین رو. امیدوارم بتونیم این برنامه ها رو بیشتر کنیم. من متاسفانه چون شرایط رو نمیدونم چجوری بیان کنم، این استش که خیلی با خجالت رو در وسی میرم خدمت استاد، ولی ایشون همواره با روی باز ما رو میپذیره و قبول زحمت میکنه و میاد اینجا برای ما صحبت میکنه. امیدوارم این صحبت رو کمک کنه، راهگشا بشه. اینا کسانی هستن که خدمت کردن به اون مملکت، مملکت رو اینا ساختن. اینا کسانی بودن که اونی که دنبالش میگردی، اونی که آرزوش رو امروز میکنی، به وسیله این آدم ها ساخته شده. وطن شناسی، وطن دوستی میاره. باید تاریخ رو بشناسی، باید جغرافی ها رو بدونی. سخن گفت که پستی بلندی هاشو تا نشناسی، آب و هواشون رو ندونی، پستی بلندیشو نشناسی، کاری نمیتونی بکنی. وطن شناسی وطن دوستی میاره. از اینکه دنبال کردی و در حقیقت میهن رو دنبال میکنی، میهن رو دوست داری، ازت ممنونم. مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، شبکه های اجتماعی رو دریابید، دکمه سابسکرایب رو حتما فشار بدید، لینک های برنامه که به دستت میرسه لایک کن و دکمه شیر رو بزن تا دوستان شما هم بتونن ویدیوها یا لینک ها رو ببینن. اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید. نیاز مالی دغدغه ماست. اگر میتوانی در این زمینه مدد رسان باش. ممنون از شما.